live, all in one, NITVUnited.com. دوستان عزیز بخیر، گود مورنینگ ایوریوان. امیدوارم در هر کجایی که هستید و بیننده برنامه مورنینگ شو ویت نلی ساعت و روزگار خوبی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در خدمت شما عزیزان هستم. روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح وقت لس آنجلس و تکرار اون رو میتونید شبها 9 تا 10 صبح نگاه بکنید. خب امروز روز پنجشنبه است، روز جمعه است. جمعه است، پنجشنبه نیست. میخواستم چک بکنم مطمئنشم ببینم یادتون مونده یا نه، ولی نه، روز جمعه و هفته هست که بسیار بسیار برای ما بچه ها عزیزه. و اگر خاطرتون باشه حدود فکر میکنم 3 هفته پیش بود که روز پدر رو در پدر ایرانی رو، روز پدر رو که در ایران جشن میگیرن، با همدیگه راجبش صحبت کردیم و جشن گرفتن یک سری از عزیزان 3 هفته پیش رو. ولی این ویکند در حقیقت فادرز دی هست برای امریکایی ها و برای عزیزانی که در اینجا زندگی میکنن و به صورت یک جشن همگانی هست. توی تلویزیون هم میبینید که چقدر تبلیغ دارن میکنن، چقدر دارن جاهای مختلف سیل میذارن، خلاصه دعوت میکنن بیاین، رستوران های مختلف اسپیشیال دارن برای فادرز دی. ولی مهمتر از همه اینه که ما برای پدرانمون میخواییم چی کار بکنیم و هر روزشون رو سعی بکنیم که مثل روزهای به خصوصی که برای خودشون هست براشون خوب و روز خوشحال و مفرحی رو براشون درست بکنیم. به هر حال امیدوارم که شما هم دوستان عزیزی که این فرصت رو دارید که پدرانتون در کنارتون هستن، حالا چه ممکنه باهاتون زندگی بکنن، چه در اینجا در کنارتون باشن، در یک شهر باشید و یا این امکان رو داشته باشید که بتونید برید و ویزیتشون بکنید، مطمئن هستم که برای پدرانتون یک برنامه ویژه‌ای رو در نظر دارید. برای اون دسته از عزیزانی هم که از کسانی که مثل من دور هستن از پدرهاشون، مطمئن هستم که یک تلفن و یک صحبت خوب و گرم و از صمیم قلب همونقدر دل پدر رو شاد میکنه که در اینجا بود و در کنار ما. به هر حال مهم اون فکر هست و اینکه ما برای پدرامون میخواییم چی کار بکنیم. روال برنامه عزیزان، تماس میگیرید 818-835-9800 و در مورد موضوع برنامه صحبت میکنیم با هم. امروز بخش اول برنامه، تقریبا 3/4 برنامه در مورد فادرز دی هست و بعدش هم یک سری تیپ هایی که شاید برای مایی که در محیط کار هستیم و هر روزه با همکارا و رئیس و رؤسا سر و کله میزنیم و یا با مشتری ها، احتمالاً بدونیم که چه جوری باید بیهیو بکنیم، چی کار باید بکنیم. به هر حال با شماره 818-835-9800 شماره استودیو NITV هست، میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد روز پدر بگید، با ما شیر بکنید، در میان بگذارید و یا اینکه اگر خاطره خوبی از
پدراتون دارید. اگر شما تماس نگیرید مجبورم خودم از خاطرات بچگیم بگم که فکر میکنم تا الان اکثر شما عزیزان تقریبا آشنا شدید بدون اینکه خانواده من رو ببینید. تقریبا یک پیکچر کوچولوی براتون ساختم که چجوری بودم و چطور هستن. به هر حال امیدوارم که در هر کجایی که هستید شما پدران عزیز اگر دارید برنامه رو نگاه میکنید دلتون شاد باشه، غم نداشته باشید، ناراحتی نداشته باشید، سالم باشید مهمتر از همه و امیدوار و سایتون، به قول خود ما ایرانی ها سایتون همیشه روی سر بچه هاتون و همسرتون باشه. پدرها خیلی عمیق هستن. پدرها اکثرا وقتی که شما در روانشناسی نگاه میکنید برای دخترها پدرها همیشه رول مدل بودن و برعکس برای پسرها مادراشون. پسرها خیلی مامانی هم میچسبن به ماماناشون، دخترها اکثر طرف باباشونو دارن. حالا نمیدونم چه احساسی، انگار وقتی یک دختری در خانواده به دنیا میاد یه مقدار مامانه شاید احساس انسیکیوریتی بکنه. نمیدونم این حس زنانگی هست، این حس زن بودن هست، یا اینکه فکر میکنه که همسرش ممکنه توجهش نسبت به اون کم شده باشه و الان بیشتر به این دختر بچه کوچولوی نازنینی که به دنیا اومده بیشتر داره این آقا یا همسرشون توجه میکنه. به هر حال من فکر نمیکنم که با به دنیا اومدن یک دختر بچه کوچولو در خانواده عشق پدر نسبت به همسرش کمتر بشه، بلکه بیشتر هم خواهد شد. و از خیلی ها میشنوم که میگن وقتی که ازدواج کردیم شاید زیاد نمیدونستیم که همسرانمون چجوری هستن و چجوری باید اینها رو تریت بکنیم. خب چون آقایون زیاد فکر نمی کنم که مادران، بسیاری از مادران وقت بذارن برای پسرهاشون و بگن که خب اینطور باید با یک خانوم رفتار کرد، یا آقایون ایرانی که کم کم دارن یاد می گیرن در رو باز بکنن برای خانوم ها، جلوتر از خانوم ها راه نرن، در مهمانی ها خودشون اول نرن بعد خانومشون و بچه ها. اسمش هم نمیگن، بعضیا میگن بچه ها، بچه ها دارن میان. خب این بچه ها مثلا یکی دوتا بچه کوچولو میبینیم ولی خانومه اسمی از اون نیست. امید مطمئنم که آقایون ایرانی اصلا اینجوری نیستن، ما نداریم اصلا. ولی خوبه که یک مقداری مادرها هم با پسرانشون وقت بذارن و نگن که خب پسر اشکال نداره. البته اینها فکر کنم صحبت های خیلی قدیمی بود و خدا رو شکر کمتر و کمتر شده این روزها. شاید در نسل قدیم هنوز با اون منتالیتی بزرگ شدن و بار اومدن، ولی خب در دنیای امروزی یک دختر خانم انتظار داره که اونطوری که باید و درسته باهاش رفتار بشه. به هر حال برمیگردیم به صحبت مادرها و پدرها و اینکه وقتی که یک بچه‌ای به دنیا میاد در یک خانواده، به خصوص وقتی دختر بچه است، تازه بابای داره میبینه که یک دختر بچه کوچولو چقدر انتظاراتش فرق میکنه، چقدر دیمندینگش بیشتر هست نسبت به شاید یک پسر، و خیلی هم شیرین تره با اون صحبت کردنش و کارهایی که برای باباش میکنه و براش غذا میپزه، مثلا از بازیاشو میذاره. من یادم دوست داشتم مثل مادرم که هر روز برای ما غذا میپخت، منم بعضی وقتها همش بازیهای پسرانه دوست داشتم، از درخت برم بالا و بیفتم و خونین و مالین و اینها بشم، ولی بعضی وقتها هوس خاله بازیام میکردم و انتظار داشتم که وقتی بابا میاد از سر کار برمیگرده اول از غذای من بخوره. اون غذا معمولا مامانم برام خیار ریز ریز میکرد و سیب ریز ریز میکرد و اینا میشدن خورشتای من. بعد این بابامو تفلک میشوندم و میگفتم بعد بخوری. اینم میخورد و از دستپختم هم خیلی تعریف میکرد، بعد تازه میرفتیم غذای مادر رو میخوردیم. به هر حال وقتی که پدر اینها رو میبینه، اینها خیلی شیرینه، تمام خستگی از تنش
میاد بیرون. پدرها اون موقع تازه انگار بیشتر عاشق خانوم هاشون میشن، عاشق همسرشون میشن و میبینن که این هم یک روزی یک دختر بچه بوده، این هم یک روزی پدری داشته که با مهربانی با عشق اون رو بزرگ کرده. یادم یک بار که اومده بودن خواستگاری و این برنامه ها صحبت میکردن، خیلی سال پیش بود، پدرم برگشت به اون شخصی که اومده بود گفت آقا من این دختر من مثل یک گل رز میمونه، من اینو انگار کاشتم و من یک باغبون این دختر بودم، برای این چند سال بزرگش کردم، نذاشتم هیچ چیزی اذیتش بکنه، نذاشتم که خاک روش بشینه، من نمیتونم این دختر رو به شما بدم. من همون موقع مامان چرا بابا اینجوری میگه، آبروی ما رو برد. ولی پدرها اینطور هستن، پدرها بچه هاشون براشون فرق نمی کنه، چه دختر باشه چه پسر باشه. پسر باشه که من فکر میکنم یک دلگرمی عجیبی هست برای پدرها. پسرها خیلی عزیزن، خیلی باباها خوشحال میشن وقتی پسر دار میشن، نه فقط به خاطر اینکه از این صحبتایی که میکنن نسلمون زیاد بشه و اینا، حالا چه فرقی میکنه چه دختر باشه چه پسر باشه، بالاخره وقتی که بخواد تشکیل خانواده بده و ازدواج بکنه، اون شخصیت و ریشه خودش رو با خودش به همراه میبره و برمیگرده به اون هویت و بودن شخص، به اون جوهر وجود شخص. ولی پسرها وقتی که به دنیا میان در یک خانواده، انگار که تازه این خانواده ستوناش پایه‌هاش محکم میشه، برای اینکه اگر خدایی نکرده پدر اتفاقی براش بیفته، میتونه روی اون پسر حساب بکنه و بتونه زندگی رو بچرخونه و به قول خودمون مرد خونه باشه. مرد خونه به معنای به انگلیسی یک میل بودن نیست که فقط یک جنس مرد در خونه باشه، منظور اون مردیه که بشه روش تکیه کرد، بتونه تصمیم بگیره، بتونه یک خانواده ای رو هدایت و رهبری بکنه، چون مرد سر خانواده است. خیلی خانوم ها از این صحبت شاید خوششون نیاد، ولی مرد واقعا سر خانواده است، مرد سقف خانواده است. و امیدوار هستم که هیچ زمانی پدر خانواده از دست نره، چون خیلی سخته، خیلی ورنبل میشه اون فامیلی. ولی اگر عشق بوده باشه، اگر محبت بوده باشه، بچه ها، همسر و دور و اطرافیان اجازه نخواهند داد که اون خانه از بین بره. ولی پدر سر خانواده است و مادر هم هیچ فرقی نمی کنه. ما خودمون میگیم پدر سر، مرد سر، زن گردن، هر به هر طرفی که دلش بخواد میچرخونه، تا یه حدی درسته، ولی باید با همکاری باشه، باید با همکاری باشه، توی مسابقه نیستش. زن و مرد در وقتی ازدواج میکنن هر دو در یک تیم هستن. این رو من فکر میکنم اکثر عزیزانی که میخوان ازدواج کنن باید بدونن و یاد بگیرن که دوتا تیم مختلف نیستیم. مال من مال تو، پول من پول تو، اکاونت من اکاونت تو، مامان من اینو گفت، مامان تو اونو گفت، نه، همش یکی میشه. در فرهنگ غرب خیلی جالب میگن، در امریکایی ها وقتی کسی ازدواج میکنه به اون دختر میگن دادرن، دختر قانونیشون، یا به پدر داماد یا پدر عروس میگن فادرن، هیچ فرقی نمیکنه. پس اینا یه تیم میشن، هر کسی که بر علیه اینها باشه در تیم اونها نیست. این رو هم فراموش نکنیم. برمیگردیم به بحث پدر. مامان ها همه چیز رو زود نشون میدن، زود ریاکشن نشون میدن، عکس العمل رو نشون میدن. اگر ناراحت بشن صحبت میکنن، حرف میزنن. پدرها خیلی عمیقه، حکمتشون متفاوت هست،
با خانوم ها. زود اون چیزی رو که توی فکرشونه بیان نمی کنن و توی تصمیم گیری عجول نیستن. توی تصمیم گیری چون مسئولیت یک خانواده بر دوششون هست، به عنوان یک مرد باید زوایای مختلفی رو بسنجن. خیلی پدرها عمیقن. بچه ها راحترن با ماماناشون. چرا؟ برای اینکه اون محبت مادری میپوشونه خطاش رو، از خطاش چشم میدوزه. ولی با پدرامون همه چیز رو گاهی اوقات ممکنه نگیم، حالا شاید به خاطر اون شرم و حیایی باشه که در ما وجود داره، یا به خاطر این باشه که خب احترام براشون نگه میداریم و میخواییم اول با مامان مشورت بکنیم. ولی بهتون قول میدم اگر در خانواده بزرگ شده باشیم که بنیانش درست و بر روی راستی باشه، بهتون قول میدم ترتیب رو نگه میداره مادره در زندگی، ولی همه چیز رو به باباه میگه. بهتون قول میدم و درستش هم همینه. من خاطرم هست که اگر موضوعی پیش میومد در خانواده ما، خب هر ستایمون سه تا بچه هستیم، یک دختر و دو پسر، هر ستایمون میرفتیم و به مادرمون میگفتیم. من یه ذره همچین مطمئن نبودم گاهی اوقات، حالا میتونست هر چیز کوچکی هم باشه، ولی یادمه اوائل به مامانم میگفتم به بابام نگیا، من روم نمیشه، خجالت میکشم. بعد میگفت نه اصلا نگران نباش. ولی بعد که بزرگ شدم مطمئن بودم که مادرم با پدرم مشورت میکرد تو تمام زمینه ها. چون بعد به مامانم میگفتم خب الان جوابشو بگو آره یا نه، میخوای مثلا این کار انجام بدم یا ندم. بعد میگفت حالا بذار روش فکر کنم. میگفتم خب چه حرف کنی، فکر کن دیگه، مثلا 5 دقیقه خوبه؟ میگفت نه. خب چه یه ساعت دیگه برگردم؟ خب میگفت نه، بذار روش فکر کنم فردا، پس فردا بذار روش فکر کنم. و میدونستم این بذار روش فکر کنم ها به خاطر این بود که با پدر مشورت بکنه. پس ببینید پدرها خیلی نقش بزرگی دارن توی زندگی در خانواده و اون احترام رو همیشه باید نگه داشت. اون احترام پدر رو باید نگه داشت. و چیزی که خود من برام تجربه شده و مطمئن هستم که شما عزیزان هم تجربه کردید کم و بیش، اگر تجربه نکردید حتما این کار رو انجام بدید اگر پدرانتون هنوز هستن. هر زمانی که کار مهمی میخواستم انجام بدم، هر زمانی که میخواستم قدمی بردارم، هر زمانی که یک موضوعی پیش میومد که برام خیلی مهم بود، به پدرم زنگ میزدم و میگفتم بابا میخوام برام در این مورد دعا بکنی یا روش فکر کن. برکتی هست در تأیید پدر. اصلا بحث رو نمیخوام فکر بکنین که مذهبی هست و اینها، به هیچ عنوان. در تأیید پدر عزیزان برکتی هست که شما نظیرش رو امکان نداره در جای دیگه پیدا بکنید. اون دستی رو که پدر روی سرتون میگذاره و میگه برکتت میدم، بلستون میکنه، اون بلسینگ تا آخر عمر با شما خواهد رفت. اون تأیید پدر، راضی نگه داشتن پدر خیلی مهمه، احترام پدر خیلی مهمه، مقامش بسیار بسیار بالا و عزیزه. پس سعی بکنیم که پدرهامون رو، مهمتر از همه don't be ashamed of your father. بعضی بچه ها متاسفانه مهمانی های آنچنانی میدن، پدر و مادرشون رو نمیگن بیان. چرا؟ خجالت میکشین؟ شما الان دیگه خیلی امروزه شدین و اونها امول و قدیمی هستن و یا چین و چروک صورتشون رو گرفته و شما روتون نمیشه
که به دوستای امریکاییتون و یا به دوستای آنچنانی تحصیل کرده و موفق ایرانیتون نشون بدین، چرا که ندونن اینها پدر و مادر شما هستن. خجالت میکشین. اگر اون چین و چروک ها نبود، امروز تو دوست من در این جایی که هستی نبودی. فراموش نکنیم، هرگز این رو فراموش نکنیم که پدر و مادر ما اگر نبودن، من و تو دوست من امروز اینجا نبودی. دوست، فامیل، آشنا، همسر، بچه، همه اینها متاسفانه replaceable. پدر و مادرت رو نمیتونی طلاق بدی و ازش جدا بشی. پدر و مادرتن ممکنه اشتباهاتی کرده باشن، در دونسته و ندونسته، ولی بهتون قول میدم که با تمام وجود دوستتون دارن. اگر پدرتون زیاد باهاتون دوست نبوده، اگر پدرتون بلد نبوده، به حساب این بگذارید که بلد نبوده، نه اینکه نخواسته، بلد نبوده چجوری باهاتون رفتار بکنه، بلد نبوده چجوری بزرگتون بکنه، بلد نبوده بشینه و به درد دلتون گوش بده، بلد نبوده بشینه باهاتون خاله بازی بکنه یا باهاتون فوتبال بازی بکنه، بلد نبوده. به حساب بددلیش نذارید، دلش با شما بوده و تمام مدت نگرانتون بوده که بچه من چی میشه. ویدیوی رو خواهیم دید از یک خانواده چینی. مطمئن هستم در ایرانی ها نظیرش فراوان هست، ولی چون ایرانی و فارسیش رو نتونستیم پیدا بکنیم، ویدیوی رو برای شما عزیزان میگذاریم. نگاه بکنید به اتفاقی که در این خانواده افتاد و این پدر، ببینیم برای خانواده چی کار میکنه. تقدیم میکنم به همه شما پدران عزیز ایرانی و از راه دور دستهای زحمتکش شما عزیزان رو میبوسم. با ما باشید. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. Easy to forget. Papa, it's me, Papa. Say, yep, more bully. Will you have to get it? But it's even harder not to love. Thank you.
با ما. آبا، آبا، سفان. جای، سفان. Family is forever. دوستان عزیز، این ویدیو رو دیدیم و دیدیم که در این خانواده چه اتفاقی افتاد. پسر تینیجر شده بود و فکر میکرد که دیگه همه چیز رو میدونه. باباش هم به قول معروف آدم حساب نمیکرد، ولی بابا دوست داشت، میرفت و پارتی میکرد، ولی اون موقعی که افتاد و فلج شد و دیگه نمیتونست راه بره، اون پدر اون رو بر دوشش میکشید. مثل دوران بچگی، دوران کوچیکی که تاتی تاتی کردن رو بهش یاد میداد، دوباره راه رفتن رو بهش یاد داد و کمک کرد که روی پاهاش بیسته و فامیلی و خانواده دوباره به هم پیوست. کاشکی اجازه ندیم که به اینجا برسه و بعد به آغوش خانواده برگردیم. و یا شما پدران عزیز، اگر خودتون میدونید، اگر کاری کردید بچه‌تون دلش شکسته، همیشه گذشت از بزرگان بوده، اجازه بدید بریم و آگهی ها رو نگاه بکنیم. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان. مورنینگ شو ویت نلی، برنامه فادرز دی هست. 818-835-9800 در خدمت شما عزیزان هستیم. تماس بگیرید و در مورد روز پدر با هم دیگه صحبت بکنیم. با ما باشید. باشگاه خانوادگی NITV. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با ما تماس بگیرید. دو گونه عضویت در کلاب NITV وجود دارد. 1. اعضا با عضویت طلایی، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه بین 30 تا 50 دلار به NITV کمک می‌کنند. 2. اعضا با عضویت پلاتین، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه از 100 دلار به بالا کمک می‌کنند. مزایای عضویت در کلاب NITV. تمام اجناسی که NITV در بازار جمع می فروشد برای اعضای طلایی 5% و برای اعضای پلاتین 10% تخفیف خواهد داشت. دارندگان عضویت پلاتین می توانند تبلیغات شرکت خود را به صورت زیرنویس بدون پرداخت حق تبلیغ در NITV بگذارند. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با تلفن 818-835-9800 تماس بگیرید. باشگاه خانوادگی NITV. با درود فراوان، من ستیون بیژن مصباح با متجاوز از 25 سال تجربه در ریل استیت با داشتن لایسنس بروکرز لایسنس در نوادا و کالیفرنیا در امور سرمایه‌گذاری و امور مسکونی در خدمت شما هستم. برای خرید یا فروش و یا سرمایه‌گذاری در آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ یا املاک مسکونی در بیورلی هیلز، برنتوود، بیلر، شرمن اوکس، استودیو سیتی در خدمتتون هستم. با سپاس فراوان. لاکریما. I've traveled around the world in search of effective ingredients and techniques to sustain human health and appearance.
I've met with world-renowned scientists, herbologists, medicine men, and experts in wellness and aging. I've discovered that several natural compounds known as bioflavonoids are highly effective in improving health and appearance when applied both topically and internally. The most potent bioflavonoids are called catechins. The catechins are natural plant derivatives, and many centuries before being studied by modern scientists, they were used in therapies for purposes of purification and beautification. What we have here is the world's first catechin active topical composition. These products are developed by the American Catechin Research Institute right here in California and are supported by the world's finest anti-aging experts. خب دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه ویژه Father's Day و یا روز پدر. این روز رو پیشاپیش به همه شما پدران عزیز ایرانی، پدران زحمتکش شاد باش میگیم. امیدوار هستم که هر روز شما روز پدر باشه و در کنار همسرتون، در کنار فرزندانتون و یا اگر پدر بزرگ هستین در کنار نواهای عزیزتون این روز رو بتونید با شادی و سلامتی سپری بکنید. و میدونم که آرزوی همه پدر و مادرها اینه که بچه هاشون به قول معروف به جایی برسن، بزرگ بشن. خب فکر میکنن اگر ازدواج بکنن خیلی خوشبخت میشن. باشه، اگر با ازدواج کردن خوشبخت میشن، اونایی که میخوان ازدواج کنن انجام بدن این کارو، خوشبخت بشن به امید خدا و بتونن که اونها هم از خودشون خونه و زندگی و خانواده داشته باشن. اجازه بدید که اوکی، اگر این خط برای ما هست لطفاً به من بگید، فکر میکنم برای من هست. anyway دوستان عزیز سعی بکنیم که هر روز رو روز پدر بکنیم. کافیه به پدرانمون، زیادم انتظاری ندارن، باباها خیلی ایزی هن، زیاد انتظاری ندارن. تلفن رو بردارید و بهشون بگین که پدر، بابا، هر چی که باباتون رو صدا میزنین، دوست دارم و ممنونم برای کاری که کردی. نمیدونم تا حالا دست پدراتون رو بوسیدین یا نه، خوبه این کار رو انجام بدین، ارزشش رو داره، باور بکنید. اون دست گرم و پر محبتشون رو بگیرید و یک بوسه گرم از تمام دلتون بزنید، توی چشماش نگاه کنید و بهش بگید که پدر، من تو رو دوست دارم. این خط رو با هم اوکی قطع شد، مثل اینکه عزیزان قطع شد این خط. به هر حال این کار رو حتما انجام بدیم برای پدرانمون. خب مادران هم به همین صورت، هیچ فرقی نمی کنه. ولی نمی دونم چرا یک انرژی خاصی هست در اون بلسینگ پدر، در اون بوسه پدر، در اون نوازش پدر. من خاطرم هست وقتی که بچه بودم موهام همیشه بلند بود و بابام میشست این موهای من رو برس میکشید، بعد میگفت هم موهام هم برا من ببافش. دوست داشتم که دوربر بابام همش بپلکم، بالا پایین بپرم. به هر حال امیدوارم که به همراه پدرهای همه شما، پدر من هم در سلامت کامل تا زمانی که زنده هست و روی این دنیا هست زندگی بکنه. این خط رو با هم میگیریم. بفرمایید عزیزم، روی ایر هستید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. من روی خانم نلی. سلام علیکم. سلام عزیزم. برای اون پدرانی که پیش ما نیستم و سالها رفتن چطور باید کرد؟ به یادشون باشیم عزیزم، به یادشون باشیم و بهشون بگیم که چقدر برامون عزیز بودن. به یادشون باشیم. میتونیم بریم پدر دیگری رو بهش سر بزنیم، میتونیم بریم کاری انجام بدیم با خاطرات اونها. شما خودتون پدر هستین؟ بله خانم. چند تا بچه دارید؟ دو تا دختر دارم. دو تا دختر. دخترانتون حتما عاشق شما هستن. فکر میکنم. آخه. خب من مطمئن. من که عاشقشون هستم. حالا اونا عاشق من باشن نمیدونم. نه اونام هستن. بستگی به سن و سالشون داره. اگه تینیجرن که خب. تینیجر هستن. همون. خب اگه تینیجرن بهشون فرصت بدین. ولی مطمئن هستم که
در لابلای اون چالش هایی که باهاشون دارین و مشکلاتی که خب برای تینیجرها هست، مطمئن هستم که هنوز به شما نگاه میکنن. برای خیلی متشکرم خانم نلی. خواهش میکنم. برنامه تون رو میبینیم از کانادا، از فلوریدا زنگ میزنم و خیلی ممنون. سپاسگزار. روز پدر بر شما هم مبارک باشه عزیز جان. متشکرم خانم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب و برای شما بانوان عزیز ایرانی که مطمئن هستم که دارید یک تدارکات خیلی خیلی ویژه‌ای می‌بینید برای همسرانتون، برای پدر بچه‌تون یا بچه‌هاتون، it's up to you، به شما بستگی داره که چقدر این روز رو برای همسرتون اسپشیالش بکنید و بذارید که بچه‌های شما از شما یاد بگیرن عشق به پدرشون رو. شما هم برای همسرانتون خودتون رو آراسته و زیبا که هستین، همه خانم های ایرانی، زیباتر بکنید. اون لباسی که همسرتون دوست داره براش بپوشین، اون غذایی که دوست داره براش درست بکنین، خونه رو آراسته و گرم بکنین و در کنار بچه هاتون به همسرتون بگید که چقدر براش ارزش و احترام قائل هستید و اون رو دوست دارید. یک میوزیک ویدیو با هم میبینیم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان. Thank you.
دوستان عزیز، موزیک ویدیوی بسیار زیبایی شنیدیم از آقای سیاوش شمس. واو، فکر کنم خیلی سال پیش بود ولی بسیار زیبا بود و کلماتش رو که من گوش میکردم خیلی جالب بود. عزیزی هم مثل این که روی خط اومدم، متاسفانه تا اومدیم شما رو خطتون رو جواب بدیم مثل این که ارتباطمون قطع شد. به هر حال با برنامه ویژه روز پدر در خدمت شما عزیزان هستیم و اگر میخواهید که در این مورد صحبت بکنید و یا نظری بدید، خاطره کوتاهی برامون تعریف بکنید، در این چند دقیقه که به پایان برنامه مونده میتونید تماس بگیرید با 818-835-9800. خب، پس قسمت روز پدر رو فکر میکنم که دیگه هممون کاور کردیم و میدونیم که داریم چی کار میکنیم. امید، یک یادآوری کوچیک بود برای هم همسران و هم برای بچه هایی که پدرهاشون هست، در قید حیات هستن خدا رو شکر، و باید سعی بکنیم که هر روزشون رو براشون مثل روز پدر بکنیم. البته میدونم که گرفتاری های زندگی به خصوص در امریکا خیلی سخت میکنه، خیلی مشکل میکنه که شما بخواید هر روز برید پدر و مادرتون رو بهشون سر بزنید، ولی as long as به قول معروف they know that you're with them, you love them, you care for them و اگر احتیاج داشته باشن they can count on you, that's all that counts. اجازه بدید که در این چند دقیقه که مونده یک مقدار آب و هوا رو عوض بکنیم و برای عزیزانی که سر کار میرن، من نمیدونم محیط‌های کار رو، حالا این یک بحث خیلی جالبی هست که حتما در یکی از روزهای هفته آینده بهش خواهیم پرداخت، ولی محیط‌های کار بستگی داره، محیط ایرانی باشه و یا محیط امریکایی باشه، کورپوریشن باشه و یا سمال بزنس کوچولو باشه، همش فرق میکنه، ولی یه سری رول هایی هست که ما باید اون رو، فکر میکنم که گلوبال هستش، گلوبال رولز به قول معروف یا گلوبال لاز برای سر کار، و اکثرا بعد از این که خب میریم و بعد از یک مدتی انگار آروم میشیم و جا میافتیم و راحت میشیم، کم کم یادمون میره گاهی اوقات. معمولا در شرکت های امریکایی قانون کار اینه که 3 ماه اول رو پروبیشن میذارن طرف رو و میگن که اوکی، ما 3 ماه اول رو پروبیشن هستی و اگر کارت رو خوب انجام بدی دن دیگه میمونی و اینها، یعنی در اون 3 ماه میتونه هر زمانی که صاحب کار بخواد به هر دلیلی میتونه they could let you go، یعنی هیچ گارانتی برای کارتون وجود نداره. اما یه سری موضوعاتی اتفاق میفته سر کار یا یه سری صحبت هایی میشه که فکر میکنم خود ما آدم ها خیلی نقش داریم در اینکه تا چه حد و تا چه اندازه اجازه بدیم که اطراف و انوایرمنت کارمون به چه صورت باشه. این خط رو میگیریم و در خدمت شما هستیم. جانم عزیزم بفرمایید. سلام علیکم. سلام عزیزم بفرمایید. شما خوب خانم نلی؟ خوب هستم خدا رو شکر، شما خوب هستین؟ به سلامتی. شما رو قبلا با اون آقای چیز میدیدم، حالا خوشحال شدم که اینجا میبینم شما رو. سپاسگزارم. و همیشه کارهای خوب انجام میدید، خیلی متشکر از لطفتون. خواهش میخواستم از فرزندانم بگم برای شما که چقدر در حق پدرشون لطف میکنن. چقدر عالی. برای پدرشون روز رو مثل روز پدر انجام میدن. پدر شوهر من 8 ماه پیش مریض شد و کارش به ریهب کشید. الان 8 ماهی که در ریهب خوابیده. دخترم، پسرام همه هفته یه روز دخترم میره پدرش از ریهب میاره منزل، برادر بزرگش میبره چش. بله. پسر کوچیکم هر روز صبح منو میبره تا ریهب، چون راهم خیلی دوره، من خودم نمیتونم با وسیله برم. بله. رانندگیم نمیدونم. واقعا از بچه هم میخوام به این صورت تشکر بکنم، همینطور پدرشون تشکر میکنه آخه. که
میرسن و پدرشون هر روزش رو روز پدر میدونن، هر روز بهشون محبت میکنن. خدا رو شکر عزیز جان. میخواستم با این ترتیب از شما تشکر کنم که به فکر ما پدر مادر هستید و یادآوری میکنید و ما رو یادآوری کردید. هم من و شوهرم، آقای شوهرم ریحب خوابیده، سلام میرسونه به شما. درود من رو به ایشون برسونم و همه بینندگانتون. و واقعا آرزومندم که شما همیشه موفق و پیروز باشید. سپاسگزارم. متشکر عزیز جان. از منطقه لس آنجلس تماس میگیرید شما؟ نه خیر، من از آتلانتا. از آتلانتا. واو واو، سپاسگزار عزیز جان. ممنون. من هم آرزو میکنم که همسرتون هر چه زودتر سلامت و شفای کاملش رو دریافت بکنه و با همدیگه با بچه های خوبی که بار آوردین. و باید کردیت رو من به شما هم بدم عزیز جان، برای اینکه بچه ها به مادرشون نگاه میکنن ببینن که مادر چقدر. من نمیتونم خودم لایق این بچه ها بدونم. واقعا بچه هم خیلی خوبن. آخه عزیز جان، خیلی خیلی خوب، خدا رو شکر خیلی خوب هستن. و این هیچ هشت ماه هیچ من کوتاهی ندیدم که اینا برای پدرشون انجام بدن. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خیلی هفته دو سه روز هر کدومشون بعد از ظهر میان به عیادتش. صبح حتما پسر کوچیکم منو میرسونه پلو پدرش، دخترم میاره میبره روزای یکشنبه، پسر بزرگم میبره پدرشو، هفته دو سه روز سر بهش میزنه، غذای مجزا براش میبره. خیلی رسیدگی میکنن به پدرشون. واقعا ازشون تشکر میکنم. خدا رو شکر. انشالله خدا کنه همه پدرها سالم باشن، منزل باشن، بالا سر بچه هاشون باشن، شوهر منم سالم باشه، برگرده بیاد خونه. حتما. به امید خدا عزیز جان. سپاسگزارم. متشکرم. صحبت کنم خیلی ازتون متشکرم. لطف شما هم که سایه پدرتون ممنونم. ممنونم عزیز جان، لطف کردید. سپاسگزار از شما بانوی گرامی که از آتلانتا تماس گرفتید و خدا رو شکر برای اینکه این چنین فرزندانی دارید و بهشون افتخار میکنید. ما هم همگی با هم آرزو میکنیم که همسر شما، نه تنها همسر شما بلکه تمام پدرایی که الان روی تخت بیمارستان هستید، یه مقدار کسالت کوچولی دارید، انرژی بگیرید با دیدن بچه هاتون، با عشق و محبتی که بچه هاتون بهتون میدن، مخصوصا دختراتون. دخترا که میدونید چقدر بابایی هستن. پاشید از سر جاتون و هرگز بیمار و خسته نباشید. روز پدر رو به همه شما پدران ایرانی عزیز شاد باش میگم. براتون یک سال بسیار بسیار خوب پر از سلامتی، بهروزی و شادکامی در کنار همسر، فرزندان و نوهاتون اگر دارید آرزو میکنم و امیدوارم که این ویکند بهتون خیلی خیلی خوش بگذره. دستهای گرم شما رو میبوسم عزیزان و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. I love you everyone. خدا نگهدار.